وزرای امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در اجلاس روز دوشنبه خود در بروکسل تصمیمات کم سابقه ای را در زمینه تحریم واردات نفت ایران و همچنین تحریم بانک مرکزی این کشور اتخاذ کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه اعلام کرده بانک مرکزی ایران یک ریال هم در اروپا ندارد. کاترین اشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر اینکه تا 3 ماه دیگر پیامدهای تحریم نفت ایران بر اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه بررسی خواهد شد گفت: می‌خواهم تاکید کنم که تحریم‌ها به خودی خود هدف محسوب نمی‌شوند. ما خواهان آن هستیم که این تحریم‌ها بخشی از دو رویکرد باشند. هدف تحریم‌ها اعمال فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکرات است. محمد کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به این اقدام اعلام کرده اگر اخلالی در فروش نفت ایران انجام شود قطعا تنگه هرمز بسته خواهد شد. ایران کمتر از 20% نفت خود را به 3 کشور اتحادیه اروپایی صادر می‌کند و اعلام کرده به راحتی آن را در بازارهای دیگر کشورها جایگزین خواهد کرد.